محمد سرافراز رئیس پیشین سازمان صدا و سیما ایران در گفتگو با یک برنامه اینترنتی به نام اتاق شیشه‌ای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران را به کارشکنی در مبارزه با فساد متهم کرده. آقای سرافراز به 4 پروژه فنی اقتصادی اشاره می‌کند که قصد اصلاح آنها را داشته، ولی می‌گوید دخالت سپاه پاسداران مانع اجرای اصلاحات شد. در این گفتگو شهرزاد میرقلی خان بازرس ویژه صدا و سیما هم تلفنی از عمان حضور داشت. آقای سرافراز از علت فشار اطلاعات سپاه و مجبور کردن خانم میرقلی خان به خروج از ایران هم صحبت میکند و آن را به همین پروژه اقتصادی مرتبط میکند. همکارم درآمد بازرگانی سازمان تا اون موقع و حالا از طریق بازرگانی چی بوده؟ 1000 میلیارد تومانه، ولی ما تیم کارشناسی گذاشتیم به نتیجه رسیدیم که خیلی بیش از اینا هست. مثلا چی بوده؟ 3000 میلیارد تومان ما باید از این راه درآمد داشته باشیم، ضمن اینکه مشکلات به شدت مالی داشتیم، بدهی‌های گذشته داشتیم، هزینه جاری رو نمیتونستیم تامین کنیم. به نتیجه رسیدیم که راه قانونیه که ما مزایده برگزار کنیم برای بخش بازرگانی. برای بخش بازرگانی که هر کی بیشترین قیمت رو پیشنهاد داد مطابقه بریم جلو. خب مزایده گذاشتیم و تو مرحله اول خیلی اومدم، از جمله آقای آبرومند و آقای طاهر و سپاه گفتم ما میخوام شرکت کنیم، کمک کنیم و اومدم جلسه گذاشتن. یعنی این جزء وظایف مرحله اولی که می‌خواستیم کمک کنیم مثلا به صدا و سیما اومدن جلو و یک جلسه گذاشتن در مؤسسه یاس، آقای مهردادی و آقای دکتر کاردار مشاور اقتصادی بنده که بیان در مزایده. نمیدونم چه برداشتی از اون جلسه داشتن، ولی فکر میکنم به این نتیجه رسیدن که ما میخوایم به شکل قانونی کار رو پیش ببریم. از جلسه بعدش به من پیغام رسید که گفتن مزایده شکست میخوره. چی پیغام داد؟ یعنی پیغام از همین جلسه ای ها، همین آقای مهردادی اینا بودن و اینا همین کار رو کردن. محمد سرافراز بود، رئیس پیشین سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران. همکارم حسین باستانی اینجا در استودیو با ماست، بیشتر موضوع رو بررسی بکنیم. تا ادعای متنوعی البته در این گفتگوی نسبتاً بلند مطرح میشه، کدوم یکی از این ادعاها رو میشه جدی گرفت؟ ببینید، من در مورد مضمون چیزی که گفته شده هیچ قضاوت قطعی ندارم. چیزی که عرض میکنم در واقع یک نکاتی هست در مجموعه این مصاحبه که اینها رو باید گوشه ذهن نگه داشت و منتظر اطلاعات تکمیلی موند. در همین حد فعلا هست. خب چند تا بازیگر اصلی داره دیگه، یعنی خب یکی خانم شهرزاد میرقلی خان هست که در بخشای از همین مصاحبه صحبت می‌کنه. ایشون در گذشته ویدیوهای متنوعی رو و متعددی رو منتشر کرده و تو اون حرفای زده که خب بخشیش کمتر ممکنه که اعتماد جلب کنه، برخیش جدی‌تر به نظر میاد. مثلا اون در مورد قسمت اول به میزان زیادی تو ویدیوهای قبلی راجع به خودش ایشون صحبت کرده. تو همین ویدیوی خاص خانم میرقلی خان اشاره میکنه مثلا به این که کسانی از ماموران اطلاعات سپاه به او گفتن که شما با این ویژگی‌های با این توانایی هایی که دارید میتونستید یک رئیس جمهور خوبی باشید واسه کشور. در یک ویدیوی دیگری همین رو تکرار کرده قبلا، یا در یک ویدیوی دیگری گفته که خب من دیگه حداقل رهبر زنان ایران که میتونم باشم. از این حرفا زده که خب شاید یک مقدار مخاطب رو دوچار احتیاط بکنه. یه جاهایی حرفایی زده که خب جدیتر به نظر می اومده. مثلا از مجموعه صحبت‌های خانم میرقلی خان اینطور برداشت میشه که انگار داره نظام رو تهدید میکنه به انتشار اطلاعاتی. مثلا در یکی از ویدیوهای قدیمی خودش ایشون گفته که وقتی که مثلا اطلاعات سپاه روش فشار آوردن به این خاطر که ایشون در آمریکا متهم شد به نقض تحریم‌های ایران و مدتی زندان بود و بعد یک کتاب نوشت بر اون مبنا. گفت که در یکی از ویدیوهاش که اطلاعات سپاه رو تحت فشار قرار داده و او گفته که خب اگر که بخواید بلایی سر من بیارید من رو اینترنت یه چیزی منتشر خواهد شد. یا در همین گفتگوی اخیر در حضور آقای سرافراز میگه که اون کتابی که من منتشر کردم یک جلد دومی هم داره که توش یک چیزای دیگری گفته شده که خب به نظر میاد که خب به نوعی هشدارآمیز از این حرفا در حضور آقای سرافراز میگه و او هم خب اعتراضی نداره ظاهرا. خود آقای سرافراز هم در این مصاحبه بخشی از حرفاش البته تحلیل هایی است که میگه، مثلا در این حد که
میگه برداشت من این هستش که بعد از ماه رمضان آمریکا دنبال بهانه میگرده که حمله کنه به ایران. حالا اینا مثل هر تحلیل دیگری میشه باش موافق بود مخالف بود، اون بحث دیگه‌ایه. ولی بخش دیگه شهادت هایی هست که داره میده. مثلا میگه در فلان جلسه فلان مسئول اومد این حرف رو زد و من شاهدش بودم. خب اینها رو باید جدی‌تر گرفت به نظر میاد، مخصوصا اینکه او در واقع داره علیه، چون یه وقت هست ببینید مثلا اصلاح طلبها و اصولگراها علیه همدیگه افشاگری میکنن، اون یه بحثی در یه حدی اهمیت داره. یک وقتی از افراد در شرایطی که حالا در مثلا زندان و تحت فشار هم نیستن، در شرایط آزادانه دارن در مورد جریانی که خودشون به اون جریان نزدیک بودن یا جزء اون بودن افشاگری میکنن، این یه اهمیت بیشتری طبیعتاً داره. خب این قسمت از صحبت آقای سرافراز به نظر میاد که باید جدی‌تر تلقی کرد. بخش‌های دیگه‌ای از حرفای آقای سرافراز رو هم با هم دیگه ببینیم، بعد برمیگردیم به شما. خدمت مقام رهبری نامزد دادم و توضیح دادم که خانم نیوایخان اصلا چطور شد با سفارش خود نیروهای وزارت اطلاعات اومدن شبکه پرس تی وی و اونجا خدمات زیادی کردن و بعد تو سازمان اومدن چند تا پروژه رو پیگیری کردن و اینها رو توضیح دادم و نامه آقای طائب رو زمینه اون فرستادم. پاسخ چی دریافت؟ پاسخی به من ندادن بعد از اون راجع به این مکاتبات. برای برخورد با من اول از افراد اطراف شروع کردن، بعدش به خود طرف میرسونن. شما برای این ستا رئیس جمهور همین کارو نکردن؟ دقیقاً همین کارا رو کردن. از اطرافیان شروع کردن، این جاسوسه، اون مرتبط با جاسوسه، اون یکی مشکل اخلاقی داره، اون یکی مشکل مالی داره و تا برسن به خودشونو خب این بد اخلاقی ها باید پایان بپذیره. کی میتونه این کارو بکنه؟ غیر از مقام رهبری کی میتونه جلوی این بد اخلاقی‌ها رو بگیره؟ بعد ما میگیم چرا انقدر جامعه دوچار شایعات، دوچار مشکل روانی، دوچار ناامیدیه؟ من وقتی رفتم از سازمان به این آقایون پیغام دادم که صحبت کردم، گفتم که از حالا به بعد اگر این سازمان درست شد، همه امورش اصلاح شد، شماها دارید این کارو می‌کنید. آقای حسین محمدی در بیت رهبری، آقای طائب در اطلاعات استشاره. اینا رو خودشون گفتن دکتر؟ یکیشون رو یک نفر از اینها گفتم که به بقیه هم بگه. بله. و اگر خراب شد شما نمیتونید از بار مسئولیت شانه خالی کنید. خب با مجموعه حرفایی که آقای سرافراز میزنه، نکاتی هم که شما مطرح کردید، چه بخشی از این حرفا، چه بخشی از این نکات واقعا مهم تلقی میشه؟ شاید سوالی که واسه خیلی از مخاطبا وجود داشته باشه اینه که از بین سطور این حرفا ببینن که آیا میشه فهمید چرا این حرفا داره گفته میشه یا نه، چون آقای سرافراز خیلی اهل مصاحبه نبوده حتی در زمانی که ریاست سازمان رو داشته. خب از بخشی از این صحبتا ظاهرا اینطوری میشه برداشت کرد که ایشون از این زاویه داره صحبت میکنه که میگه من راجع به فساد و راجع به مثلا تضییع حقوق شهروندی افراد حساسیت دارم و اومدم دارم این صحبت‌ها رو میکنم. ممکنه اینطور باشه، ولی خب یه ابهاماتی هم وجود داره دیگه در این مورد. مثلا خود آقای سرافراز در زمانی که مسئولیت صدا و سیما رو داشته، در مقطعی از سال 93 تا مقطعی از سال 95، صدا و سیما به میزان وسیع اون کاری که همیشه می‌کرده رو انجام داده، در آبرو بردن از افراد، در حد کیسیت، حتی انتشار تهمت‌های جنسی. شما اگه خاطرتون باشه مثلا تو مستند بهتان برای حفظ نظام وقتی شروع میشه یک تیکه یک چیزی از شبکه خبر نشون داده میشه که یک تهمت جنسی داره زده میشه، آخرش نه اول مستند. خب اون در دوره مسئولیت آقای مثلا سرافراز بوده، یا در زمانی که ایشون در پرس تی وی مسئولیت داشتن، خب بیش از 15 نفر در سالهای بعد از انتخابات 88 اعترافات تحت فشارشون از پرس تی وی پخش شده. خب اینجاها یه مقدار ابهام ممکنه ایجاد شه، اگرچه لزوما نافی این نیست که خب یه احساس مسئولیتی الان داره میکنه، ولی هنوز توضیح نداده که چی شده که این تغییر در او ایجاد شده. خب گمانه‌زنی هایی مطرح شده که مثلا آیا ممکنه که ایشون حالا یک مقدار بلند پروازی های شخصی هم داشته باشه، یعنی اینکه مثلا داره به جایگاه های مهمتری در آینده فکر میکنه در نظام، در انتخاباتی شرکت بکنه و خب براش مهم هست که افکار عمومی رو جذب کنه. در بعضی از قسمت های صحبتش آقای سرافراز یه چیزایی از دهنش میپره بیرون، مثلا داره ایشون اشاره میکنه به این که میگه من در صدا و سیما اصلاحات ساختاری انجام دادم و در واقع در مورد کنترل هزینه‌ها کاری کردم که هیچ کدوم از رؤسای جمهور قبلی این کارا رو نکردن، هیچ کدوم از رؤسای جمهور تا حالا این کارا رو نکردن. یا اینکه
همون چیزی که در حالا تیکی هم که دیدیم وجود داشت که ابراز حساسیت میکنه نسبت به رفتاری که با رؤسای جمهور گذشته میشه. ممکنه که در نتیجه خب این انگیزه ها هم وجود داشته، اگرچه این رو هم باید توجه داشت، این صحبتی که ایشون داره میکنه صحبت پر ریسکی هست، یعنی به سادگی هم ممکنه نشه با یک همچین انگیزه ای توجیهش کرد. ولی فارغ از این که شخص ایشون چه انگیزه ای داشته از گفتن این حرف ها، یک چیز رو هم نباید فراموش کرد، در سرتاپای این صحبت ها ردپایی از رقابت های اطلاعاتی دستگاه های اطلاعاتی و دستگاه های رسمی جمهوری اسلامی هم دیده میشه. آقای سرافراز به هر حال در سابقه کاری خودش در صدا و سیما، در سابقه کاری طولانی خودش به هر حال نزدیک به اطلاعات سپاه اون مجموعه فعالیت میکرده، اما تو این صحبت ها میبینیم که داره نقد های تند مطرح میکنه به اطلاعات سپاه و شخص آقای طایب. در بخشی از این صحبت ها مثلا اشاره میشه به اینکه خانم میرغولی خان رو وزارت اطلاعات معرفی کرده بود به در واقع صدا و سیما. صحبت وزارت اطلاعات حتی زمان آقای احمدی نژاد هست که در همون زمان هم وزارت اطلاعات سپاه درگیری ها و رقابت های خودشون رو داشتن. یا اینکه در جای خانم میرغولی خان اشاره میکنه که اون کتابی که در آمریکا منتشر کرده و اطلاعات سپاه به خاطر اون روش فشار آورده، اون نسخه ایشو به وزیر اطلاعات البته دیگه فعلی داده. این چیزها در سرتاپای این قابل تشخیص است. به نظر میاد که اگرچه ما در مورد مضمون این صحبت نمیتونیم قضاوت قطعی داشته باشیم، اما معلومه که اون پشت یک جنگ اطلاعاتی در میان هست. به کدوم سمت بره ما نمیدونیم، اما یک چیزی که مشخصه اینه که وقتی که افشاگری خودی ها علیه هم دیگه به این مراحل میرسه، معمولا تلفات سیاسی و حیثیتی از دو طرف داره، تلفاتی که ممکنه از بین مسئولین باشه یا نزدیکانشون. این اتفاقی که معمولا در جمهوری اسلامی افتاده در این فقره هم ممکنه همینطور باشه. ممنونم از همکارم حسین باستانی.